یا وسایل اومد. حالا یه سری وسایل رو این مال اسباب کشیه، مال این شرکته. الان یه سری وسایل رو اینجوری میاریم میبریم تو. فعلا یه سریاشو میذارم اینجا، یه سریاشم میبرم طبقه بالا. الان دو نفری اومدن اینجا وسایل رو همینجور بهشون گفتم حواستون باشه اینجا نوعه، مثلا به در دیوار نزنید. دو نفرن کلا، البته بار منم زیاد نیستش، گفتم تو اتاق وسطی بچینن. تو کار یورمونه که کوکیرینی میر برا مثلا این خوشخوابه فکر کنم کار امویده شو تجو خب این یه سری ها رو گذاشتن اینجا، یه سری ها رو هم الان کنه فرانسونو سو چی گاوه های کنه نه ناتسو تو فویو گا جی گاو نرخدو یوشو کچی گا فویو ناتسو یو دست سو کچی گا ناتسو یو های آریا سو دست نه دایجو اتو دیجو بنده چند من فرانس بده این خیلی خفنه. این ورش نگاه میکنی نوشته کول برای تابستونه، اون طرفش برای زمستونه، برای گرماست. من 4 ساله دارم روی این چیز میکنم، 4 ساله روی این دارم میخوابم، ولی هنوزم که هنوز یه تیکه این جابجا نشده. کارایه و اونیگیری و ردبولم گرفتم، برای خودم هم چیز گرفتم. این کارایه‌هاش، این محله ما کارایه‌هاش حرف نداره. بریم بخوریم حالشو ببریم. چطور خوابی؟ این کاری که کردم خود اینا امکان نداره. نهایتش یه دونه آب پرتقال میده. خب صوفا هم اما اندازش خوبه. فکر میکردم بزرگ میشه. بهشون گفتم که بیاید بخورید. خیلی جا همه تو خالی، خیلی خوشمزه است. ژاپن با این کارایه‌هاش معروفه. این و شاید تو فیلم زیاد خوب معلوم نباشه، ولی این چیک مرغه، مرغ سوخاری شده است که روش چیز زدن خردل و با مایونزه. انقدر بوی خوبی گرفته اینا میگن وای ما دوست داریم. گفتم بخورید تا سرد نشده. گفت نه ما الان داریم کار میکنیم نمیخوریم. من اینو بذارم توی این اتاقه از شکاواسی پیریو مینی دو نفری با هم مینی خشن از اینجا بهش میگه که سنه اون چیز که اون نمیبینه رو این بهش میگه. これも このままで。このままで。かしこまりました。あと最後ソファーの設置。そうですね。そっか。なんかつけなくていいらしくて。あ、そうなんですか。触れなくていいんですよね。ソファー、あ、そうだね。ソファーそのままで自分でやる。見て話したもん。あ、大丈夫です。はい。わかりました。تموم شد. الان اینا رو اینجا گذاشتیم. چراغ خاموش. بریم پیش آقا رایان. یه خوبی که جدا شدن ماداش این بود که خیلی مسلمت آمیز بود. یعنی من بچه همون بخوام ببینم هر دفعه بخوام میرم بچه همون بچه همون نمایده دیگه کنید نه؟ سی چوتو باتاشی تو روکی رو نکا کتسکیدی ایو اریگاتو های دایجی بدیس میگه که چیز کن دیواره رو نگاه کن ببین
مثلا یه وقت زخم و زیلی چیزی نباشه تا الان که ما هستیم نگاه بکن و فلان و اینا. نه بابا همه چی اوکیه، فقط بیشترین چیزها رو گذاشتن تو این اتاق که این اتاق هم اوکیه. تا فردا باید بریم با هم دیگه خرید بکنیم، خرید از همه سخت‌تر، خرید کاندیشنره. هم خیلی گرونه، هم خیلی باید مراقب باشم که چی میخرم. یه دونه 200 ولت اینجا میخوره، پرده بگیرم، چوب پرده بگیرم، خیلی کار داریم. حالا ویدیو داریم، خیالتون راحت بشه. بچه ها ممنونتون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و اینکه هر نظری هم دارید میتونید در رابطه با این خونه بدین و اینکه حالا بیرون حیاتو که 100% با هم دیگه اوکی میکنیم. تلویزیون باید بخرم، یخچال باید بخرم، ماشین لباسشویی باید بخرم، پاره ام فعلا فقط باید پول بدم. بریم ببینید چی میشه. برای اتاق کارمون دو تا LED RGB داریم که بهتر کنیم. الان چیزی که هست، خب همه رو اینجا گذاشتم ولی همه رو باید ببرم طبقه دو. یه سری وسایلی که مال اینجاست میذارم پایین، یه سری هم میبرم بالا. قوی ترین مردان ژاپن. ای قشنگم واسه تنهایی بمیرم میرم. یوپ او ویلکم. اگه مجبوری والا شب تا صبح بدن درد داره اسکل، اینو مجبورش کردم. اینو اصلا داره رو میگیره. بعضی موقعا یه کارایی میکنم خودم میخوام یه دونه بزنم تو گوش خودم. یه باش همه مجبوری اون همه رو با هم ببرید. حدس بزنید این چیه؟ حتما توی کامنت ها نظرتون رو نویسید. بعد اینو براتون آنباکس میکنم. این خیلی مهمه، تو هر خونه ای باید یه دونه باشه. الان سه تا کوله پشتی مونده، این سه تا رو ببریم بالا فعلا. دیشب تو خواب ذهنم درگیر بود که این کشویی که این پایینه، ببینم این کشوها رو داشتم گفتم یعنی این من این موکی اینو این اونوری نباید میذاشتم. هی داشتم با خودم اینجوری فکر میکردم. دیروزم گفتم این مته خیلی خوبه، یعنی من به همه پیشنهاد میکنم برای خوابتون بهترین هزینه رو بکنید، بیشترین هزینه رو بکنید، یه دونه تخت خوب بگیرید. فعلا فکر کنم ولی اینجا خوبه. اتاقم خوابم اوکی شد. بچه امروز روز دومیه که من تو این خونه هستم و خب دیشب که پیش رایان خوابیدم، چون هنوز اینجا ایر کاندیشنر نداره. خب دیشب خیلی سرد بود، رفتم پیش رایان خوابیدم. امروز خیلی روز چالش برانگیزیه برای من، به خاطر اینکه خب خیلی کارا باید انجام بدیم توی این خونه. هیچی نداریم دیگه، هیچی نداریم، باید همه چی رو بگیریم و فرش پهن کنم. این صوفایی که اینجا دارم و دارم فکر میکنم که سه تیکه بذارم یا دو تیکه بذارم، چون میخوام یه سری چیزا وسایل اینجا بذارم و میز ناهارخوری و اینا. یه خورده احساس میکنم شاید کوچیک بشه. من یه سری اندازه ها رو گرفتم، چون این قسمت قراره که یخچال بذاریم، کولر بذاریم، تلویزیون بخریم، اینا رو همه رو قراره از الان بریم با هم دیگه ببینیم. من تو این تایمی که داشتم یه سری اطلاعات به دست آوردم برای خرید کردن. خب من 4 سال پیش یه بار همه چی رو خریدم نو و یه سری اطلاعات دارم، ولی خب نسبت به 4 سال پیش هم قیمتا خیلی بالا رفته و هم من یه بودجه‌ای دارم که نسبت به اون بودجه باید خرید بکنم. از همه مهمتر من یه استانداردی دارم برای وسایل که دوست ندارم از اون استاندارد بیام پایین‌تر و این خیلی مهمه برام که چیزایی که میخوام بخرم چی باشه. مثلا تلویزیون رو اینجا میذارم و خونه قبلی خب تلویزیون سونی 65 اینچ داشتم و خیلی راضی بودم. اینجا هم همینطور میخوام برم یه دونه تلویزیون رو، یعنی من فقط برند سونی رو خیلی دوست دارم. مثلا بچگی عشق تلویزیون سونی بودم، یعنی فکر میکنم دیگه سونی دیگه اون مکسیموم چیز باحالیه که میتونی داشته باشی. پس یه دونه تلویزیون سونی برای اینجا 65 اینچ میخوایم بریم بخریم. یکی از مزایای زندگی تو ژاپن اینه که وقتی میری فروشگاه
انقدر برندهای خفن، انقدر تنوع زیاد تو محصولات هست، تو نمیدونی چی بگیری. بعد همه برندها خفن، سونی، پاناسونیک، شارپ، توشیبا، هیتاچی، خیلی زیاده، یعنی وحشت. میتسوبیشی مثلا، میتسوبیشی کولر داره، میتسوبیشی مثلا خیلی چیزا داره لوازم برقی. این خونه طبقه بالا 3 تا کولر لازم داره، اینجا 2 تا کولر نمیدونم چرا رام میزنه. برای اینجا یه دونه 200 ولت باید بذاریم. 200 ولت خب هم ولتاژش قویه هم هزینه برقش زیاده، ولی خب این گرونترین کولرمون اینجا نصب میشه. 2 تا برنده که من خودم به شخصه خب خیلی فکر میکنم تو کل برندهی که تو ژاپن هستن از لحاظ استاندارد، پاناسونیک اوله، شارپ دومه. و پاناسونیک به خاطر این اوله که از لحاظ مصرف برق یه مقداری از شارپ بهتره، و بعد دیگه میاد سراغ چیزهای دیگه. مثلا ما یه برند دایکین داریم، دایکین مخصوص کولره، قیمتاش هم حالا قیمتهای مختلف داره، ولی سمون این کاره. ولی خب من چون خونه قبلی هم همه پاناسونیک بوده خیلی راضیم، اینجا هم میخواییم پاناسونیک بگیریم. بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم، بریم با هم دیگه. البته اینم بگم تو خیلی از فروشگاه نمیذارن این دوربینه رو ببرم، و حالا میبرم اگه شد فیلم میگیرم، اگه نشد با موبایلم میگیرم. و خیلی هم میگم چالش بزرگیه، هم باید بودجم و حواسم بهش باشه چون خیلی چیز هیچی ندارم دیگه، خیلی چیزها رو باید بخرم، هم این که کیفیت و کوالیتیش باید خوب باشه. بعضی موقع هستش، حالا الان بریم تو فروشگاه بهتون توضیح میدم، شما مثلا یه دونه کولر میخری قیمتش مثلا، اینو میگم که مثلا فقط بیاد دستتون، مثلا کولر قیمتش مثلا 1000 دلاره، این 1000 دلار رو یه کولر دیگه هم هست مثلا 500 دلاره. بعد میگه خب این که همه چی شبیه همه با هم، میگه این که خب 500 دلاریه رو میخرم دیگه، چرا 1000 دلاریه رو بخرم؟ بعد میای نگاه میکنی میبینی او 500 دلاریه مثلا خیلی آپشنایی که رو 1000 دلاریه رو نداره به کنار، مصرف برقش هم زیادتره، یعنی مصرف برق سالانه‌ش رو که میای حساب میکنی میبینی آقا من اگه از اول یه پولی بدم یه آیتم خیلی خوبتر بگیرم، هم تو بلند مدت تو هزینه هم صرفه جویی میکنم، همین که خب یه سری کوالیتی هایی داره که اون آیتم بهم میده که این عمرن نده. من خیلی هم گشنمه، از صبح فقط یه دونه قهوه خوردم. و بریم دیگه، بریم با هم دیگه لباس بپوشیم، بریم یه سری خرید مرید بکنیم. رفتم هموندم، شامپو هم ندارم. دمتون گرم، خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. یه لایک واسه داشامید یادتون نره.